یکی از نمایندگان پارلمان فرانسه نسبت به افزایش خصومت و سوء عمومی نسبت به مسلمانان در پی قتل معلم تاریخ فرانسوی و گسترش سرکوب مسلمانان از سوی دولت امانوئل مکرون هشدار داد. آردیان کوارتینز از اعضای حزب LFI در پارلمان فرانسه در یک برنامه تلویزیونی ضمن درخواست برای همبستگی در مقابل تروریسم نسبت به جو خصومتی که علیه مسلمانان در فرانسه به وجود آمده است انتقاد کرد وی در این باره گفت من معتقدم که هدف تروریست ها ایجاد چند دستگی در جامعه فرانسه و جدا کردن مسلمانان از بقیه جمعیت در این کشور است کوارتینز در عین حال بر اهمیت مقابله با چنین هدفی تاکید کرد و گفت ما باید با تروریسم مقابله کنیم اما به وجود آمدن جو سوء زن عمومی نسبت به مسلمانان هیچ منطقی ندارد ساموئل پاتی معلم 47 ساله فرانسوی در شمال پایتخت فرانسه روز جمعه به دست یک نوجوان 18 ساله چچنی تبار به قتل رسید این معلم در یکی از کلاس هایی که در مورد آزادی بیان بود کاروکاتورهای موهنه به پیامبر اسلام را به دانش آموزان نشان داده بود فعالان مسلمان در سراسر سر فرانسه این قتل را محکوم کرده و تاکید کردند که افراد گرایان از دین برای دستیابی به اهداف خود سوء استفاده می کنند و اقدامات آنها مورد پذیرش اسلام نیست